سلام، محمد فوتمی هستم. با آموزش 0 تا 100 گیتلب در خدمت شما هستم. تو قسمت اول قرار هست که ما یک معرفی اجمالی در مورد گیتلب داشته باشیم. سعی میکنیم یه اکانت بسازیم و در واقع قسمت‌های مختلف گیتلب رو بعد از ساخت و ورود به اکانت بهتون نشون بدیم. اول میریم سراغ اینکه گیتلب اصلا چی هست. گیتلب یک ابزار مبتنی بر وب که برای چرخه در واقع دوابس استفاده میشه که یک مجموعه جامعی از قابلیت ها رو واسه مدیریت و کنترل نسخه که در واقع توی ریپوزیتوریاتون واسه سورس کد هاتون دارین فراهم میکنه. در واقع یک ورژن کنترلینگ هست. شما میتونید کد هاتون رو، نسخه های مختلفشون رو در تاریخ های مختلف کنترل کنید. این ابزار یک پلتفرم قوی واسه همکاری و استقرار پیوسته هم هست. در واقع CI/CD رو پیاده سازی میکنه که تیم ها میتونن با استفاده از اون نرم افزارهای خودشون رو توسعه بدن. تاریخچه گیتلب هم به این صورت هست که دو تا توسعه دهنده در واقع اوکراینی به اسم دیمیتری و والری گیتلب رو تو سال 2011 به صورت یک برنامه متن باز و آزاد عرضه کردن و تو سال 2014 اومدن شرکت گیتلب رو تأسیس کرد. حالا تاریخچه‌شو به صورت کامل‌تر میتونین سرچ هم بکنید، در موردش مطالعه کنید. خیلی نمیخوایم روش مانور بدیم، میخوایم زودتر برسیم به در واقع خود وبسایت گیتلب و استفاده از اون. اما سیستم کنترل نسخه یا ورژن کنترل سیستم چی هست؟ سیستم کنترل نسخه که به صورت مختصر VCS بهش میگیم یا همون ورژن کنترل سیستم، توی توسعه نرم افزارهای مدرن در واقع نقش کنترل رو، کنترل نسخه رو، ورژن کنترلینگ رو میاد بر عهده میگیره و گیتلب هم بر اساس این در واقع VCS ساخته شده که یک نسخه گیت هست. در واقع سیستم ورژن کنترل سیستمیه که تغییرات فایل ها رو در طول زمان پیگیری و مدیریت میکنه. یعنی شما یک سولوشن، یک پروژه دارین، در تاریخ های مختلف سورس هاتون، فایل هاتون تغییر میکنه و این تاریخچه رو که شما تغییرات مختلفی دارین رو در واقع این گیتلب میاد و براتون مدیریت میکنه. فرض کنید شما یک صفحه‌ای رو توی سورس کدتون دارین، اومدین تغییرات مختلفی رو در طول زمان دادین، حالا می‌خوایم برگردیم به عقب. شما اگر در واقع پروژه رو بسته باشین، سیستم خاموش روشن کرده باشین چند بار، این تغییرات رو دیگه نمیتونین بازگشت به عقب بزنین و تا یه حدی میتونین برگردین. یا حتی اگر اشتباهاً کدی رو تغییر داده باشین دیگه نمیدونین که قبلاً چی بوده که الان تبدیل به، اما گیتلب میاد اینو براتون مدیریت میکنه بر اساس تاریخچه و به راحتی میتونید در واقع این معضلات رو پشت سر بذارید. یکی دیگه از امکاناتی که داره اینه که به چند تا توسعه دهنده اجازه میده تا به صورت همزمان روی یک پروژه کار کنن. فرض کنید شما یک تیم برنامه نویسی دارین، این تیم همزمان میخوان روی یک پروژه کار کنن. در حالت عادی شما در واقع یه راهتون اینه که یکی تغییراتی که میخواد رو ایجاد کنه، بعد بده نفر بعدی تغییر بده، بعد نفر بعدی، یا اینکه بیان چند نسخه از پروژه رو داشته باشین و هر کی بگین نسخه خودش رو تغییر بده، بعد بیاین اینا رو به صورت دستی یک پارچه کنه. خب این چیزا خیلی کار سختی هست، اما این اتفاقات توی گیتلب به صورت اتوماتیک قابل در واقع تغییر هست، قابل مدیریت هست و به راحتی چندین نفر میتونن همزمان روی یک پروژه کار کنن. همچنین گیتلب به شما کمک میکنه تا خطر تداخل یا از دست رفتن داده ها رو به حداقل برسونید.
اما تو این دوره‌ای که قرار هست ما به صورت آموزشی در واقع برای شما ضبط کنیم، قرار هست که چگونگی ساخت پروژه ها و ریپوزیتوری ها رو تو گیتلب یاد بگیرید. ساخت و ایجاد ایشو ها رو در واقع در گیتلب فرا بگیرید. استفاده از ویژگی اوتو دوابس رو ببینین که به چه صورت هست در گیتلب. همچنین ببینین که گیتلب چجوری از کدهای شما محافظت میکنه و داکیومنت نویسی واسه پروژهتون رو هم فرا بگیرید. برای این دوره چه پیش نیازهایی لازمه؟ در واقع میشه گفت هیچ دانش خاصی نیاز نیست، فقط کافیه شما یک برنامه نویس باشین و به یک زبون برنامه نویسی مسلط باشین، فرقی هم نمیکنه چه زبونی. پروژهتون رو به هر زبانی که بنویسین توی گیت قرار هست پروژه مدیریت بشه، پس زبان برنامه نویسی فرقی نمیکنه. در واقع شما پیش نیاز خاصی به جز یک دانش اولیه در برنامه نویسی نیاز ندارید. و اما در واقع یک توضیح مختصری بدیم راجع به اجایل و دوابس. ببینید اجایل یک روش توسعه داره که بر اساس در واقع تعامل مستمر با مشتری بگیم چی شده که مثلا توسعه اجایل به وجود اومده. ببینید وقتی که شما یک پروژه نرم افزاری رو با این توسعه بدین، تغییر توش به دلایل مختلف تغییرات رو فرض کنید گاهی فناوری که داشتین برای توسعه ازش استفاده میکردین منسوخ میشه، شما مجبور میشید فناوریتون رو تغییر بدین. گاهی ممکنه شرکت هایی که دارن روی در واقع اون محصول کار میکنن با همدیگه ادغام شن، از بین برن، امکانات جدیدی بیارن و این خودش باعث تغییر میشه. گاهی چشماندازهای رقابتیتون تغییر میکنه، یهو شما روی یک محصولی سرمایه گذاری میکنین، توسعهش میدین، میبینید که در واقع اون محصول الان دیگه بازار خوبی نداره و باید یه سری تغییرات بدیم تا متناسب بازار بشه. ممکن هست موقعی توسعه محصول اعضای تیمتون پروژه رو ترک کنن، یهو مثلا یک بخش مهمی که دست یه نفر بوده شخص شرکت رو ترک میکنه و شما مجبورین اون رو جایگزین کنیم با نفر دیگه ای. اون وقت ممکن سری تغییرات مجبور بشه تو پروژه. همه اینها باعث میشه که در واقع توسعه نرم افزار بشی خیلی پر ریسک باشه و در واقع باعث بشه که زمان تحویل نرم افزار به تأخیر بیفته، مشتریاتون ناراضی بشن و غیره. اما برای مدیریت این چالش هایی که گفتیم، توسعه دهنده های نرم افزار اومدن به صورت خلاقانه یک روشی در واقع وجود آوردن، روش تو این روش چی کار میکنه؟ در واقع یه مانیفستی داره توسعه چابک یا اجایل که 4 تا بند بیشتر نداره. یکی اینه که افراد و تعاملات بالاتر از فرایند، ما برامون تعامل با در واقع افراد خیلی اولویت بیشتری داره فرایند. دومی اینه که نرم افزاری که در واقع کار میکنه بالاتر از مستندات جامعه. شما به جای اینکه بیایید وقت بذارید که یه سری مستندات کامل و دقیق رو همون اول کار داشته باشید، میگه من نرم افزار رو توسعه میدم، بعد مستنداتم در کنارش پیش میبرم. در بند سوم هم میاد میگه که مشارکت مشتری در انجام کار بالاتر از قرارداد کاری هست. قراردادی رو در اول کار با مشتری، اما مشتری هی میاد تعامل میکنه، میگه من این تغییرات رو میخوام، این کارها رو میخوام. شما این در واقع در رضایت مشتری در اولویت قرار میده و در نهایت هم میگه که پاسخگویی به تغییرات بالاتر از پیروی از یک طرح ثابته. یا این تعصب به خرج نمیدیم که اون طرح اولیه
و هیچ تغییری نباید رخ بده. و اما در واقع توسعه اجایل یا چابک یه سری اصول، اصل اولش رضایت مشتریه، گشاده رویی در مقابل تغییرات اصل دوم، تو اصل سوم میاد میگه که تحویل باید زود انجام بشه، اصل بعدی تعامل داد با مشتری، نیاز به تیمی از افراد با انگیزه داریم و اصل‌های دیگه که خیلی. اما در مبحث عبارت بعدی دوابس هست زمانی که در واقع دوابس یک روش مهندسی نرم افزاره که این روش مهندسی هدفش یک پارچه سازی کار تیم، در واقع همه اونها رو با هماهنگ پارچه می‌کنه. اگر شما نیاز دارین که نرم افزارتون با سرعت بیشتری تایم کمتری تو راه حل شما برای این کار دوابس است. و اما در واقع مزایای استفاده از دوابس این های رو داشت تأکیدش روی آزمایش تمایلش به بهره‌وری کسب و کاره و راه‌ها رو هموار میکنه برای مشکل. حالا ببینید وقتی ما دایل داریم دوابس را حلمون نیاز به یک ابزار که بتونیم این هماهنگی و یک پارچگی تیممون برای توسعه نرم‌افزار داشته باشیم. این هماهنگی رو ما میتونیم با استفاده از ابزاری به نام گیتلب انجام بدیم. و اما بریم سایت گیتلب رو ببینیم. ببینید github.com رو که بزنی براتون در واقع سایت رو اول github.com رو میزنید، سایت github براتون باز میشه برای اینکه بتونید اکانت یا میتونید github.sign رو اولیه انجام میده برای و مرحله بعد میاد وارد کنید پس پسورد برای ورود. اگر میخواین ثبت نام کنید اینجا میاد تخصصات از نام نام خانوادگی. من میخوام از روش های آب ایلتون و غیره من بیام از جیمیل کنم، در واقع از من میلم رو میخواد من میام پسوردم رو میخواد کنم حالا چون در واقع تپ کنم توی حالا خودش میره برای من کانتینیو در مرحله بعد در واقع تایید ایمیل رو ازتون میخواد که وریفیکیشن کد ایمیلی که وارد کردین ثبت نام ارسال میشه. شما باید اون کد رو که الان من ثبت میکنم و نیکس رو میزنم
که ما های شدی میره برای مرحله بعد. هم میگه آفر برین همو سافر آب میکنه که در واقع جوین شدیم به گیتلب برای چه کاری؟ میخواییم چی کار کنیم؟ میخواییم مثلا میگه که میخواییم بیارم به گیتلب از یه جایی اومدم که کد هامو ذخیره کنم، اومدم که اصلا در واقع از بیس اساس یاد بگیرم. من همین که چجوری داری از گیت استفاده کنی؟ یعنی قرار هست که با تیم و خودت و میگه که یا یک پروژه جدید بسازی یا به یک پروژه در واقع اگر کس دیگه ای پروژه باشه شما میتونید پروژه و میگه که از های در مورد پس میخوایم continue. در مرحله بعد میاد میگه اسم پروژت میگیم همونجوری به آدرس اسلش میزنه اضافه میکنه و یه اسلش هم میزنه پروژتون از هر تغییری پایینم تغییر من همین رو میگم. بعد میگه که یه ریدمی فایل هم میتونم بله داشت کریت پروژکت رو بزنیم. میره در مرحله بعد اوکی لت گو و همونجوری که در واقع وارد صفحه اپ شدیم. حالا اینجا میگه که میخوای یک تیم تشکیل دو نفرات دیگه میتونی یوزرنیم دب اون شخص رو برای همین کانال رو میتونید یوزرنیمش رو بده. بعد میتونید رولش رو تعیین کنید که باشه آن باشه اصلا که اونه و من با هم کتاب میکنم. میتونید هم بگید چه زمانی اکسپایر شه، یعنی شما میتونید محدودیت زمانی بذارید جوین میشه با پروژتون و به همین بایتش هم تا بعد به این برسیم تو کن کنم همون جوری که وارد سفر استم خارج شد. اینجا به شما یه سری تسک میده دست تسک بعد خود میتونید دارت آیدی اینجا فقط فعلا یک ساختیم های دیگر رو اینجا همه اینا رو با جزئیات براتون توضیح میدم. برم بسن اب اسمش اون پروژه تونم پس بود پروژه بشه و کارهایی که انجام فعلا تا یا رو بدونین که چجوری هست. یعنی مادیم یک توضیح اولیه در مورد گیتلب دادیم، بعد اومدیم ثبت نام کردیم تو سایت و وارد شد. این اول کار هست. بعد میریم همه اینها رو بهتون توضیح میدیم. خسته نباشید تا قسمت بعدی. خدا نگهدار.